سلام، سراغ درام عاشقانه و تلخ مکانی در خورشید اومدیم از ساخته های درخشان و به یاد موندنی جورج استیونز. چارلی چاپلین این فیلم رو بهترین فیلم بزرگ درباره آمریکا میدونه، البته تا زمان خودش. فیلمی که قرار نیست به افسانه رویای آمریکایی بپردازه و به سراغ تراژدی آمریکایی اومده. شاهد هنرنمای مونتگومری کلیف، الیزابت تیلور و شلی وینترز در این فیلم هستیم. بازیگرانی که به پروژه اضافه شدن تا کمبود بودجه جبران شه و اتفاقا خوش درخشیدن. این دومین اقتباس از رمان تراژدی آمریکایی نوشته تئودور درایزره که برخلاف نسخه اول بسیار موفق و تاثیرگذار بود. ماجرا با نمایش مرد جوانی در کنار اتوبان شروع میشه که منتظر ماشینی تا او رو به شهر برسونه و زیر بیلبوردی از کمپانی تولید لباس زیر ایسمن ایستاده. اتفاقا مقصدش هم همین کارخونه است. این جوون یه لاغبا پسرموی صاحب پولدار این کارخونه چارلز ایستمنه. چارلز رو به خونه دعوت میکنه و قرار میشه برای شغلی تو کارخونه در نظر گرفته بشه تا از پادویی در هتل نجات پیدا کنه. در اینجا او برای نخستین بار آنجلا رو ملاقات میکنه، اگرچه مشخصه آنجلا حتی متوجه حضور او هم نشده. صبح همون ابتدای کار در کارخونه با قانون حیاتی مجموعه ایسمن آشنا میشیم. این قانون خط قرمز چارلز ایسمنه. وقتی سر جورج برای تماشای مدل‌های در حال عکاسی از خودش جا میمونه، ارل یادآور میشه هر گونه تیک و تاک و روهم ریختن با پرسنل منجر به اخراج میشه. البته از اولم معلومه تو کارخونه‌ای که 90% پرسنلش خانوم‌ها هستن، رعایت این قانون چقدر جورج رو تحت فشار قرار خواهد داد. و اگرچه تلاش میکنه در مقابل هوس خودش رو حفظ کنه، اما یه دیدار اتفاقی تو سینما او و دختر جوونی به نام آلیس رو هم مسیر میکنه و رابطه ممنوعه میونه این دو شکل میگیره. اگرچه هر دو حواسشون هست که دستشون رو نشه و عواقب تلخ این رابطه گریبانشون رو نگیره. با این حال با یک بازدید سرزده از کارگاه بازی عوض میشه. چارلز ایستمن که سخت کوشی پسرموش رو میبینه، ترتیبی برای ارتقای شغلیش میده. اتفاقا دعوتش هم میکنه که 15 ماه تو مهمونی خانوادگی شرکت کنه. اونم در حالی که اون روز تولد جورج و آلیس براش یه برنامه خودمونی تو آپارتمانش ترتیب داده. تا اینجای کار داستان هنوز به شکلی روایتگر رویای آمریکاییه. جوون سخت کوش از فرصت پیش اومده داره نهایت استفاده رو میبره و اگر بتونه خودی نشون بده این رویا بزرگ و بزرگتر هم خواهد شد. اما توی مهمونی کسی جورج رو تحویل نمیگیره و بچه های چارلز اصلا نادیده میگیرنش. البته برای او هم چندان مهم نیست، چون او اومده که فقط چند ساعتی اونجا وقت بگذرونه. از سالن رقص دور میشه و به یک اتاق بیلیارد میره تا تنهایی با خودش بیلیارد بازی بکنه. اونجا هنرنمایش با شار از چشمان آنجلا دور نمونه و دختر جوان رو بهش نزدیک میکنه. همراهی با این زن زیبا اما چیزی ورای رویاهای جورج و معاشرت طولانی اونها قرار اصلی مرد جوان رو از یادش میبره.
جورج با تأخیر به خونه آلیس میرسه. بستنی وا رفته و کیک از دهن افتاده. دختر با دل چرکین از خواب پا میشه و خبری رو در شب تولد به مرد میده که تموم خوشگذرانی رو به کامش تلخ میکنه. آلیس از او باردار شده و باید فکری برای این بچه ناخواسته بکنه. این همون جاییه که رویای آمریکایی ناگهان رنگ میبازه و ما پله پله برای تراژدی آمریکایی آماده میشیم. جورج بهای خیانت و بازی کردن با قلب این دو دختر رو چطور خواهد داد؟ آیا عشق جایی از این فیلم به داد این مرد جوان خواهد رسید؟ تصمیمات جنون‌آمیز جورج سرنوشت آلیس و آنجلا رو چطور به بازی میگیره؟ اگر دو ساعت از وقتتون رو به تماشای این شاهکار کلاسیک اختصاص بدین، زوایای مختلف این ماجرای پیچیده با هنرمندی براتون باز خواهد شد. فیلم در سال 1949 ساخته شد، اما پارامونت اکرانش رو برای اجتناب از همزمانی نمایش با سانست بولوار یک سال به تعویق انداخت تا شانس‌های اسکار رو از دست نده. یه برنامه ریزی درست که اتفاقا نتیجه داد و مکانی در خورشید رو به کاندیداتوری در 8 عنوان رسوند که 6 تاش رو هم برنده شد. البته حتی اون سال هم رقابت سختی بین این فیلم با موزیکال آمریکایی در پاریس و تراموایی به نام هوس بود. در نهایت هم عنوان بهترین فیلم رو به موزیکال جذاب و پر رقص و آواز مترو گلادین مایر باخت. شیرلی وینترز کاندیدای اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن شد، اما تا 8 سال بعد با فیلم خاطرات آن فرانک به این افتخار دست پیدا نکرد. او این نقش رو به طریقی مدیون هوارد هیوزه که اجازه نداد که لوریا گراهام به پروژه ملحق شه. وینترز بعدها در دو فیلم دیگه هم برای استیونز مقابل دوربین قرار گرفت. مونتگومری کلیفت هم برای دومین بار نامزد دریافت جایزه اسکار بود، اما او هیچ وقت موفق به دریافت این جایزه نشد. جالبه که در صحنه ای از فیلم پلیس با آنجلا اخطار میده که آرومتر رانندگی کنه، چون دوست نداره تیکه هاشون رو جمع بکنه. 7 سال بعد اما مونتگومری در بازگشت از مهمونی الیزابت تیلور جوری تصادف میکنه که الیزابت بعد ترتیب میداد تا بدن نیمه جونش رو از لاشه ماشین بیرون بیارن. الیزابت تیلور در زمان ساخت این فیلم فقط 17 سال سن داشت. گفته میشه که او در ابتدا تلاش میکرد رابطه صمیمی و نزدیک با مونتگومری کلیف برقرار کنه تا شیمیشون بهتر در بیاد. اما زود میفهمه که این مرد همجنسگراست و اصلا تمایلی به زنها نداره. از همینجا البته رابطه دوستانه مادام العمری بین اونها شکل میگیره. رمان آقای درایزر برگرفته از یه داستان واقعیه، رویدادی وحشتناک که در سال 1908 اتفاق افتاد. چستر جیلت دوست دختر باردار خودش رو توی دریاچه بیگ موس غرق میکنه و به همین اتهام محاکمه و اعدام میشه. تا سالها گفته میشد که این دریاچه توسط روح گریس براون تسخیر شده. اگرچه الیزابت تیلور متد استیونز برای رها گذاشتن بازیگرا در نقش آفرینی رو میستود، اما مونتگومری کلیف و شیرلی وینترز چندان از این قضیه راضی نبودن. استیونز گاهی از تصاویری که در تمرین ها برداشت شده بود برای تدوین نهایی استفاده میکرد، چرا که اعتقاد داشتش چیزهایی که بازیگرا مدام به نقش اضافه میکنن در واقع باعث تصنعی شدن نقش ها میشه.
تیلور میگه و به بازیگر نمیگفت چه کار بکنه، فقط اگر از تصاویری که گرفته شده بود راضی نبود برداشت رو تکرار میکرد، تکرار و تکرار تا به اون تصویر نهایی خوب خودش برسه. مکانی در خورشید رو همواره در میون بهترین فیلم‌های تاریخ سینما دسته‌بندی می‌کنن و در بین 100 فیلم برتر عاشقانه هم همواره جایی براش خالی هست. مطابق معمول با مرور چند سکانس از این فیلم این ولاگ رو به پایان می‌رسونیم. گفته میشه صحنه غش کردن الیزابت تیلور بهترین اجرای غش در بین بازیگرای زن سینما بوده. تیلور بدون در نظر گرفتن سلامتی خودش و ضربه‌ای که ممکنه بخوره به روی صورت و دنده‌هاش فرود میاد. صحنه‌ای که میتونه تماشاگران رو نگران حال زیباترین زن اون سال‌های سینما بکنه. آریس توی خونه غرق در غصه است و جورج آنجلا رو برده اسکی روی آب. استیونز برای شومتر کردن این صحنه صدای موتورهای قایق رو توی تدوین تقویت کرد و به جای صدای موتورها از صدای موتور جت‌های آلمانی استفاده کرد. آلیس به جورج میگه وقتی یه ایستمن هستی با کس دیگه توی یک قایق نخواهی بود. استعاره‌ای که در میونه فیلم به تلخ‌ترین شکل ممکن به واقعیت بدل میشه. امیدوارم تماشای این برنامه براتون مفید و لذت بخش بوده باشه و توصیه میکنم تماشای بقیه ویدیوهای پلیلیست سینمای کلاسیک رو از دست ندین. به امید روزهای شاد و آزاد.